سلام و درود به همیهنان عزیز و بینندگان گرامی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. با بزرگداشت ایام عاشورای حسینی، سال روز شهادت سرور شهیدان و با آرزو و دعا برای همه دوستداران او برای پیمودن راه و آرمانش برای رهایی و آزادی میهنمون، همراه با استاد جلال گنجی، سومین قسمت از سلسله برنامه اسلام رهایی بخش سراسر متضاد با بنیادگرایی رو که اختصاص دادیم به ایام تاسعا و عاشورای حسینی، با تشکر از استاد جلال گنجی که همراه ما هستند آغاز میکنیم. خیلی خوش آمدین. خواهش میکنم، خدمتتون رسیدم. آقای گنجی، در دو قسمت گذشته برنامه‌مون که اختصاص دادیم به ایام تاسعا و عاشورا و فلسفه و رمز جاودان شهادت امام حسین، به آن حدیث نبوی اشاره کردیم که مصباح ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، و همچنین اشاره کردیم به شرایط مبارزاتی، یعنی شرایطی که امام حسین در اون شرایط به مبارزه برخواست بر علیه ظلم، ماهیت مبارزه، ماهیت مبارزاتی امام حسین سمت سوی اجتماعی اقتصادی داشتیم. فکر میکنم رسیده به اینجا که بپرسیم که اگر امام حسین در چنین شرایطی و در زمانه ما بود، چه خط و مشی مبارزاتی رو پیش میگرفت؟ بله، خیلی ممنون. من اولا از طرح خود این سوال که شما مطرح میکنید اجازه بدید نگذرم. شاید با من موافق باشید که مدت ها که مثلا در ایران با وسعت بسیار زیادی مراسم حسینی برگزار میشه، بله، این که امام حسین کجای خطوط مبارزاتی قرار داره برای کسی مطرح نبود. بذارید خود حرفمو واضح‌تر بزنم. مثلا این جمله خمینی خیلی معروف هست که اولا که آمده بود خیلی تشویق میکرد به برگزاری مجالس حسینی و اینا. اون دفعه هم تو اون جلسه من یادآوری کردم که به همون شکل سنتی، ولی حالا عبارت دیگری رو میخوام یادآوری بکنم. دقیقا این عبارت رو که روزنامه ها چیز کرد، تیتر کرده بودن که ما امت گریه سیاسی هستیم. دو تا عنصر، اولا گریه، بعد هم سیاسی. سیاسی تو متن خمینی خیلی روشنه، یعنی به دست آوردن قدرت برای خودش، برای ولایت فقیه، بر ترتیب قدرت سیاسی رو به دست آوردن. این که این قدرت برای چی، چه تغییری باید ایجاد بکنه، چه تحولی، خیلی آشکار جواب میداد. میگه ما انقلاب نکردیم خربوزه ارزان بشه، یعنی دردای مردم، گرسنگی، فقر، فاقه، اینها یادتون میاد دیگه؟ بله، خیلی بله، دقیقاً. یا حتی رکیکتر وقتی که مطالبات اقتصادی مردم مطرح میشد، اصلا رسماً نمیدونم، خیلی میترسم کلمه رکیکی که متناسب با این گفتگو نباشه از زبانم بپره، ولی خیلی راحت میگفت اقتصاد ما رو خره. یا عدالت اجتماعی رو، اصلا کلمه عدالت اجتماعی رو تقبیح میکرد، میگفت این کلمه یعنی مردم مثل حیوان ها سر در یک آخر بکنن، همه از یک مثلا علوفه بخورند. دقیقاً ماهیت خودش رو نشون میده. آره، ضمن اینکه این تحریف بود، اگه واقعا اینجوری فکر میکرد نشون میداد که فوق العاده نادان و پرت هست، که خود من این گمان رو ندارم. نمیدونم، من یه وقتی یه مطلبی نوشتم چند سال قبل با این تیتر که موضوع خمینی مثلا افکارش، خشت افکارش خیانته، یعنی من اصلا ناآگاه نمیدونمش. برتری وقتمون رو با خمینی حروم نکنیم. بعد مثال میزدم تا اونجایی که به امام حسین، به منافع امام حسین که میخواست اشاره بکنه، این بود که اینو وسیله بکنه برای قدرت سیاسی خودش. ولی خود امام حسین خاصیتش گریه آوریه،
برای آخوندها و بله. رژیمی که خب اگر شما بیاد بیارید که همین جلسه که صحبت کردیم که آقا امام حسین واقعی نه امام حسین جعلی که این دسته ارتدش صحبت میکنند مشخصا دو تا حرف اجتماعی اقتصادی رو داشت در محتوای شعار سیاسیش که معاویه یا یزید صلاحیت خلافت رو ندارند. اون حرف اجتماعی اقتصادیش عبارت از این بود که مردم فقیر موندند، گرسنه موندند، بیت المال با هوا و هوس طبقه حاکم توزیع میشه، اون وقت از خدمت شما در هر کسی هم که صداش بلند میشه مثل حجر ابن عدی و بقیه و اینها با قلع و غم مواجه میشند. خب این امام حسین که به درد این حضرات نمیخوره، پس باید عوضش کنند. این که الان شما این سوال رو مطرح میکنید و عرض کردم که برای من خود این سوال مهم هست، یعنی ما خوشبختانه در یک مرحله تغییر اندیشه دینی قرار داریم که توی جامعه ما، توی جامعه متدین ما سوال اینجوری مطرحه که امام حسین اگر بود خطش چی بود. عرض به خدمت شما، حالا من با اجازتون به خود این سوال میپردازم. بله خواهش خب به این صحنه نگاه بکنیم. یک بخش مهم جنبش های پرسر و صدایی که تحت نام دین هست، حالا شیعه یا سنی، بنیادگراها هستند که درست همونجوری که راجع به خمینی صحبت کردیم، اونها تمام تمرکزشون سر این است که قدرت حاکمه رو به دست بیارن و قدرت حاکمه به درد این میخوره که قصاص و حدود و نمیدونم سنگسار و این چیزها رو اجرا بکنه. وارد این بحث نمیخوایم بشیم که خود اینها ربطی به اسلام نداره، ولی میخوام اینو بگم که حتی موقعی که تریبون دستشون هست و حرف میزنن، به اصطلاح متفکرینشون حرف میزنن، نه تفنگ چیهاشون فقط شلیک بکنند، تمام حرف خمینی خلاصه در این میشد که خلاصه ما انقلاب کردیم برای اینکه قدرت دست اسلام بیفته. بعد هم یک اصل فرعی از این در آورد که حفظ اسلام از همه واجبات اسلام واجب تره. اصلا اسلام صریح میگفت که حکومت اسلامی حفظ کردنش واجب تر از نماز و روزه و حج و اینا چیزایی است که توی متون حرفاش بوده. خب اینها که قدرت میخواند و امام حسین که خیلی صریح میگفته که من حرکت من برای منافسه در سلطه نیست، منظورم این نیست که قدرت رو رد میکرد، قدرت هدف نبود، اون چه که هدف بود برگزاری اونطور که توی بحثای اسلام برهای بخش مطرح میکنیم بر پایه عدالت بود. بله. که در شرایط مبارزاتی امام حسین از ساقط کردن معاویه و یزید میگذشت. خب پس این خطوط رو برمیگردیم به داخل ایران. ما در داخل ایران اگر حرفای متفرقه و اینها رو چیز نکنیم سه تا خط سیاسی داریم. یه خط حاکمیت هست که همین خط بنیادگرایی دیگه لازم نیست راجع بهش صحبت بکنیم. یک خط درخواست مطالبات مردم هست ولی در ذیل حفظ نظام. من که نمیفهمم که این خط اصلا معنیش چیه و مثلا فرض بکنید که نظامی رو که طبق قانون اساسیش این همه قدرت باید دست یک نفر به نام ولی فقیه باشه اصلا چه لزومی داره که مردم مثلا آزادی بیان داشته باشن یا آزادی انتخاب داشته باشن، چون اگه همه قدرت قرار است یه جا باشه آزادی ها مصرف نداره که، حد اکثر مصرفش این است که چهار تا شعری بگند تا
تغییر از سوش در نمیاد. ولی به هر ترتیب از به خدمت شما فرض کنیم که این یک خطه، فرض کنیم معنی داره، در این که این خط برای پیروانش حسب ظاهر آسیبی ایجاد نمی کنه، خب میشه گفت که زیادم هوادارش هستن، اصلا رسما همین رو میگن، هزینه ندیم و هزینه کمتر بدیم و بدون اینکه هزینه بدیم مواد قانون اساسی مثلا فرض بکنید در چپترین بیانش بدون تنازل اجرا بشه. حالا غیر از اینکه این حرف چقدر معقول هست یا نیست از این بگذریم، ولی حرف اینه که این حاکمیت باشه و بها ندیم. ببینید این حرف اگر ببریمش زمان امام حسین، حرفی هست که هم ابن عباس هم محمد ابن حنفیه و هم حتی ابن زبیر به امام حسین میگفتند. حالا به بیانای مختلف میگفتند، میگفتند مردم کوفه وفا ندارند. خیلی خوب، وفا ندارند، ولی بالاخره نتیجه سیاسی این هست که تو خواستهات محترم، حق با توه، ولی اقدام نکن. امکان اقدام نداری به اصطلاح. چرا اقدام نکن؟ به خاطر اینکه کشته میشی، زن و بچت از بین میره. همین حرفی است که بها نپرداز، هزینه ای نپرداز، هزینه ای نپرداز. حالا عرض به خدمت شما، محمد بن حنفیه همین جور عرض به خدمت شما، برادر امام حسین هم، بله، محمد بن حنفیه رو عرض می‌کنم، بله، برادر امام حسین بود، برادری بود که به نسبت مورد اعتماد بود، چون بالاخره امام حسین وصیت خودش رو به اون ابلاغ کرد و عرض به خدمت شما، یا عبدالله جعفر پسر عموی امام حسین و شوهر حضرت زینب قبل از وقایع کربلا، چون در وقایع کربلا حضرت زینب حساب ظاهر جدا شده بوده. عرض به خدمتتون، خب این حرفا بود. این مسائل ها ما رو خیلی بی نیاز میکنه از اینکه وارد بحثای نظری بشیم اینها. پس ببینید، اگر وفادار بر این باشیم که حکومت ظالم چون ستم کرده، چون حجره ها رو کشته، چون مثل معاویه به تعهد خودش عمل نکرده، یادتون میاد اینا رو همه رو نامه اشتخه، بله، اون تعهد کرده بود که خلیفه تعیین نکنه، خب اینا هم تعهد کردن که انتخابات سالم برگزار بکنن دیگه، توجه میکنید؟ بعد هی تفسیر در آوردن، کسی که به قانون اساسی رأی نداده، حق قانونی آدم هست رأی ندادن، کسی که حق به قانون اساسیشون، به قانون اساسی ولایت فقیهان راه نداده، مثلا میخوام رأی نداده، حق نداره کاندیدا بشه در انتخابات ریاست جمهوری. بله. بعدها کسانی رو که نمیتونستن حسب بکنن، مثلا در نمایندگان در انتخابات مجلس که خود منم کاندیدا بودم، ببینید رسماً به طور وسیع در صندوقای رأی کلت در می آوردن به بچه های ناظری که از طرف ماها بودن که مثلا انتخابات تقلب نشه، بهشون نشون می دادن، مرعوبشون می کردن که نتونن نظارت بکنن. حالا این که تقلبای بی شما، بله، چقدر مدارک، بله، تقلب داشتیم به خود برادرمون آقای رجوی در ملاقاتی که با وزیر کشور اون موقع رفسنجانی اینها داشت کلی از این مداره که بهش ارائه داد، توی بیانات خودشون شرح دادن، چند بار گفتگویی که میانشون گذشته و اینها. پس ببینید اینها به وعدهشون که، یعنی به تعهدی که فریبکارانه یا به هر دلیل بر ترتیب این تعهد رو پذیرفته بودند در مقابل مردم که وفادار نبودند، به شعار انقلاب که خیانت کردند، جنایت هم که فرامون، در فرامون تمام اینها رو هم مثل دستگاه معاویه با توجیه دینی، با جعل حدیث، با جعل فقه، با جعل احکام که باز هم و امام حسین حاضر نبود در کادر بقایشون با هم دیگه با اینا به چی؟ کنار بیاد و کنار بیاد، بله. برای همین نصیحت ابن عباس نپذیرفت، ضمن اینکه ببینید اصلا این حرفو امام حسین رد نمی کرد،
که مردم کوفه وفا نخواهند کرد. آره ممکنه، نمیخوام بگم حالا مثل بعضیا فرض بکنید که یک حمله نژادی بکنم به اهل کوفه که نمیدونم کزا و کزا هستن، بر ترتیب اهل کوفه کسانی بودن که پای رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی جنگیدن، خیلی شهید دادند، ضمن اینکه اساسا جمعیت اهل کوفه رزماورانی بودند که از جاهای مختلف کشور بزرگ اسلامی به خصوص از مناطق یمن آمده بودند در کوفه، متمرکز شده بودند، در فتوحات می جنگیدند. یعنی همچه خیلی اهل کوفه بومی، اینهایی که دعوت کردند، دعوت امام حسین کردند و وفا نکردند، اینها اهل کوفه بومی به اون مفهوم نبودند، چون اهل کوفه بومی بومی اصلا عرب نبودند و در نتیجه توی قدرت لااقل در اون دوره حضور بارزی نداشتند. عرض به خدمت شما. خب پس به این ترتیب متوجه هستیم که این خطوط با خط امام حسین نمیخونه. من میخوام از این نتیجه بگیرم، ما نه فقط حاکمیت، خطوط مماشات با حاکمیت رو هر چقدر نمازخون باشن، روزه بگیرن، حج برند، مسلمون باشن، سر مسلمونیشون ما که تکفیری نیستیم، نمیخوایم چکشونه بزنیم باشون، ولی این خطوط هرچی باشه امام حسین واقعی در صحنه تاریخی راجع بهش صحبت کردیم به دردشون نمیخوره. از طرفی هم به دلایل فرهنگی قدیمی نمیتونن بگن که مثل این برخی از این آدمای متفرقه که آقا مثلا اصلا به ما چه مربوطه، یک نفری چهار دقیقه قبل کشته شده، ما چرا عزاشو بگیریم؟ اینم که نمیتونستن بکنن. خب دو تا چهار تاش چی میشه؟ دو تا چهار تاش این میشه که یک امام حسین جعلی به وجود بیاد. این رو از کجا میتونستن بسازن؟ ببینید از قدیم یک گرایش انحرافی در میان کسانی که خودشون رو محب اهل بیت معرفی میکردن وجود داشت، معروف بودن به قلات، غالیان، افراطی ها، قلوب یعنی افراط. اینها عرض به خدمت شما در زمان حضرت علی، حالا به هر دلیلی شگفتی هایی که علی ابن ابی طالب از خودش ساطع میکرد و نمیتونستن هضم بکنن، میگفتن اصلا تو خدایی، یا به هر ترتیب. ببینید یه شبم توی اون بحثای راهای بخش صحبت کردیم، مثال رودخانه و اسلام راهای بخش صحبت کردیم، مثال رودخانه رو میزدم. بر ترتیب ببینید فرهنگ یهودی و فرهنگ مسیحی و فرهنگ زرتشتی توی این منطقه حضور داشته، توی تبادل فرهنگی و تبادل فرهنگی هم اینا رو هم دیگه تأثیر میذارن. خب از خدمت شما، خود چیز مثلا قریش بت پرستی رو از قبائل بین راه شام به حجاز یاد گرفته بودن، دیده بودن اونا بت میپرستن، خوششون اومده بود، کمتر بت رواج پیدا کرده بود که دیگه زمان صدر اسلام تقریبا همه قبائل قریش هر کدوم برای خودشون یه بتی داشتن، ولی خودشون خلق نکرده بودن. یعنی این چیزا توی تئاتر میاد، کما اینکه توی آداب و رسوم کنونی مذهبی ما هم مثلا فرض بکنید تسبیح، ما همه تقریبا تسبیح داریم دیگه. حالا من اتفاقا یکی ندارم تو جیبم که تسبیح قبل از اسلام هم مسیحی ها استفاده میکردن، هم بودایی ها هم دارم استفاده میکنن دیگه. حالا چجوری توی رفت آمده تجاری به قول شما یا هر چیزی، بلکه به وسیله خوبی بود برای شمردن ذکر اینها، سرایت کرد، کم کم شده یکی از ابزار ثابت سجاده های همه مسلمان ها، شیعه و سنی و غیر زلو کنم. حالا نظر به اون فرهنگ ها، یک گرایشی هم فکر میکردن که حالا مثلا مسیح پسر خدا هست، علی هم به نحوی خداست که خود حضرت علی کاملا ازشون اظهار براءت میکرده. بعدها هم ائمه خاندان پیغمبر بارها و بارها از این قلات، از این افراطی ها ابراز انزجار میکردن، یک مرز هم برشون ترسیم میکردن، میگفتن که ما رو
از اوصاف و خصوصیات خدایی مبرا کنید، مبرا کنید، نزلون عن الربوبیه، ما رو پروردگار نکنید. خب پروردگار کیه؟ تصرف در کون و مکان، قدرت تصرف داره، با اراده کن فیکون میتونه تغییر بده. عرض به خدمت شما، وقتی که صفت خدایی بهشون ندیم، یعنی نگیم که آقا فرض بکنید که این آه بکشه آسمان سوراخ میشه، یا فرض بکنید که با دستش اشاره بکنه خورشید پایین بالا میشه، یا چنین تمایلاتی توی عوام مردم هست دیگه. ابراهیم کوچولو پسر حضرت محمد که در دو سالگی وفات میکنه، اتفاقا در روز وفاتش کسوف بوده و یه عده مردم گفتن که ببین آسمان هم چهره در هم کشیده به خاطر اینکه ابراهیم از دست رفته، که پیغمبر به سخنرانیش رسما چیز کرد، گفت اونها بندگان خدا هستن، بندگان دیگری هستن، اینم یک بنده دیگر خداست، مرگ این هیچ ربطی به اونا نداره. ولی به هر ترتیب این چیزای عامیانه نظر به محبت و عواطفی که نسبت به خاندان پیغمبر داشت، این چیزا هنوزم تکرار میشه. حالا چرا مکتب قلوب و اینجا بهش اشاره میکنین در مورد امام حسین؟ عرض میکنم بله، این چیز، این مکتب در میان شیعیان کم و بیش وجود داشت که ائمه شیعه در مقابلش ایستادگی میکردند. صفویه موقعی که تشیع رو در ایران اجباری کردند، از اونجایی که از این اجبار کردند برای خود مرشد اعظم یا مرشد اعلی، الان یادم رفته که پادشاه صفویه با چه صفت چیز میکنه، یک قدرت های فوق العاده ای و یک حقوق فوق العاده ای ایجاد بکنند، شروع کردند از ائمه شیعه یک خداهای بشری تعریف کردند، انواع اقسام معجزات، خاطرات، احادیث. از بخدمت شما حول این قضیه جعل شد و در نتیجه ذهن توده های مردم رو به جای رسالت اجتماعی و رسالت فکری، در یک کلام رسالت انقلابی که از اصل اسلام، با اینکه با اعلام اینکه تمام انبیا اومدند به خاطر اینکه لیقوم الناس بالقسط، که مردم بر عدالت برخیزن، این آیه قرآن دیگه چند جا هم تکرار شده، عرض به خدمت شما مضمونش چند جا تکرار شده، برخلاف اون سابقه و اون اصل، به مردم شخصی اشخاصی رو تحویل دادن که قدرت فوق العاده خدایی دارن، یه خورده اگه در خانهشون آدم تملق بکنه، نوکرشون بشه، برشون اشک بریزه، برشون نظر بکنه، خب به صورت غیر طبیعی یه کارایی برای آدم میکنن، مرض آدمو شفا میدن، مثلا قرض آدمو ادا میکنن، فرض بکنید که مسافر آدمو به سلامت نگه میدارن، یک پدیده اینجوری درست کردند. پس ما موقعی که به صحنه نگاه میکنیم و میبینیم که امام حسین انقلابی از صحنه دور نگه داشته شده، خود به خود ذهن آدم باید حساس بشه که چی تحویل ما دادند. اون وقت اینجا طبعا روشنفکران، عناصر مسئول، علما مسئولیت دارن که دنبال بکنن در گوریشه عقاید بیپایه، مبتذل و خرافی رو لغو بکنند، افشا بکنند و لغو بکنند. اون وقت این درست همون چیزیه که یک بار دیگه منافع ارتجاع رو تهدید میکنه، چون ارتجاع نوع شیعش که سخنگوی اعظمش کسی مثل خمینیه، به گریه سیاسی احتیاج داره، نه به مبارزه سیاسی خط تیره انقلابی که طبقات ستمگر رو با معرفت دینی و با آموزش دینی و با ارزش‌های دینی افشا بکنه و از صحنه دور بکنه. نه، اونا اصلا هیچ مشکلی با طبقات ستمگر ندارن. توی اون بحثا هم میگفتیم که اصلا ما
در فقه موقعی که فقه میکنیم تو حوزه علمیه کاملا مطالبی رو به ما آموزش میدادن که دفاع بسیار بی در و دروازه بود از ارباب رعیتی و نه حتی سرمایه‌داری، چون سرمایه‌داری بعدها به وجود اومد و موقعی که فقه تدوین شد و همجور دوگم شد و اینها این قضیه نبود. پس به این ترتیب ملاحظه میکنید که به خوبی خوبی و به روشنی میشه جایگاه سیاسی و مبارزاتی امام حسین رو توی خطوطی که الان وجود داره شناسایی کرد. خط براندازی معاویه و نه رفرم و یه خورده ای مالکشی، یه خورده ای بزک کردن، یه خورده ای اینور و اونورش رو اصلاح کردن، این ربط به امام حسین نداره. برای براندازی حسینی اقدام کردن یعنی با تمام سرمایه. طفل شیرخواره سرباز نبود، جنگاور نبود، ولی با تمام سرمایه رو معنی میکرد. علی اصغر امام حسین که وقتی که بله با تمام سرمایه رو معنی میکرد، آقا تو این باطل رو میخوای افشا بکنی از هیچ امکانی فروگذار نکن، برای این که خود این فریب خورده ها، چون آخه اونایی که آمده بودن با فتوا و خارجی و غیر ذلك اینا آمده بودن دیگه، اینا از خدمت شما ضد انقلاب های فرض بکنید دارای پدرکشتگی با امام حسین که نبودن، برای اینکه خود اینها در جنگ ناحقشون متوجه بشن دارن چی کار میکنن، خب برای این بچه کوچیک درخواست آب بکن و بعد مشخص میشه برای تاریخ که دعوا دعوای خروج نیست، دعوا دعوای متزلزل کردن چیز نیست، یک جماعت بیرحم و قسی القلبی افتادن به جون مردم و هر صدایی رو میخوان خفه بکنن و خاموش بکنن و به هر قیمتی. این چیزی که در چنته من بود در پاسخ سوال بسیار انگیزاننده که شما مطرح کردید که امام حسین اگر بود در کنار کدوم خط بود. آقای گنجی، بازبینی حرکت امام حسین در کتاب راه حسین که اشاره می‌کردید، کتابی که توسط مجاهدین منتشر شد، هم در همین رابطه و در همین راستا بود، یعنی نشون دادن خط مشی اصلی امام حسین. بله خیلی مطلب خوبی رو یادآوری کردید. ببینید ما توی نیم قرن اخیر که نگاه می‌کنیم که کمی فضای اندیشه مذهبی یخ‌ها را شروع کرد شکوندن و به برخی از سوال‌ها سعی کرد پاسخ بده، یک حرکت در حوزه علمیه پدید اومد که بعضی از بزرگان هم ازش حمایت کردن، بعد که موج ارتجاع بالا گرفت نه حمایتشون رو پس گرفتن. این حرکت که حول و حوش یک کتابی که اون موقع نوشته شده بود به نام شهید جاوید، مؤلفش هم مرحوم شده، مرد خوبی بود، یعنی آیت الله خوبی بود، عرض به خدمت شما این کتاب تمام تلاشش این بود که از این بار معجزه‌آسا بودن به اصطلاح حرکت امام حسین
کم بکنه و نشون بده که این یک اقدام سیاسی و مبارزاتی بوده، ولی بدون اینکه وارد این بشه که ماهیت سیاسی اجتماعی مبارزشی بود، همینقدر که این سیاسی بوده. عرض به خدمت شما، در گام بعدی ما با سلسله سخنرانی های خطب های نویسندگانی مواجه هستیم که به این وجه حرکت حسینی پرداختند، در حقیقت شهید جاوید رو تکمیل کردند، که این یک فداکاری همه جانبه بوده و کم و بیش یادتون میاد توی جوانای دوره ما کلمه حرکت عاشورایی و حرکت حسینی یعنی حرکت غیر حسابگرانه، منظورم حساب چرتکهی کاسبکاران است، کاسبکاری رو کنار گذاشتن و پاکباز وارد میدان مبارزه شدن. بله، خب این هم یک حقیقت بود، ولی این که بالاخره چی میخواست انجام بده، چه تغییری رو میخواست انجام بده، ما برای اولین بار در راه حسین منتشر شده به قلم مرحوم شهید بزرگوارمون احمد رضایی مشاهده میکنیم که همون حرفی رو سعی کرد برجسته بکنه که در گفتگوی قبلی ما در حد وسع این برنامه به اون پرداختیم، که آقا فاجعه ای که پدید آمده بود، انباشت ثروت به دست آمده از فتوحات بیدر و دروازه بود و توزیع این ثروت باز به صورت بیدر و دروازه و حاتم بخشی و فامیل بازی و اینها، و تمرکز ثروتی به وجود آمده بود که هم قدرت خلافت رو فاسد کرده بود و بهش نقش زنده مردمی داده بود که صدای اعتراضات همه جا برخاست در دوره عثمان، و هم از بخدمت شما یه طبقه محروم، محروم از عدالت، محروم از نان هم به وجود آمده بود، علارغم اینکه ثروت کافی وجود داشت که اگر عادلانه توزیع میشد همه بتونن درست زندگی بکنن. خب طبعا این مظالم برای اینکه توجیه دینی هم بشه، ترکیب دین هم شروع کرد با جعل حدیث و تفسیرهای حاکم پسند و غیر ذلک و اینها، و بعد هم فقه حاکم پسند، مثلا کل دین دفرم شد. خب این بحث به این صورت رو ما میبینیم که برای اولین بار مجاهدین مطرح کردن، دستمزدشون از ارتجاع دریافت کردن، شد مارکسیست اسلامی و هم علازت اون موقع این لقب مارکسیست اسلامی رو به کار برد، هم آخونده و التقاط و غیر ذلک و اینها، که البته این بهای این کار بود و کسی نگران این مارک ها نیست، این مارک ها هم به جایی، به خصوص امروز که این سران مرتجع کاملا آبرو باخته هستند مشکلی ایجاد نمی کنه. ولی گمان می کنم که یک چیز این وسط قابل توجه هست، و در حقیقت اگر به این توجه بکنیم به سوالتون من پاسخ دادم، و اون عبارت از این است که ببینید چرا مجاهدین به این دید می رسند و نه قبل از مجاهدین. همیشه چشم گشودن به یک افق برتر و رها شدن از دوگمه هایی که طبقات ستمکار و قدرت های منحرف کننده در طول قرون تحمیل کردند، فقط نصیب کسانی میشه که دست به عمل مبارزاتی زدن و عمل مبارزاتی برایشون سوال ایجاد کرده. آقا این جوان ها مبارزه می کردند برای اینکه ستم رو پایان بدند، مبارزه نمی کردند که حکومت اسلامی مثلا خمینی سر کار بیاد، مبارزه می کردند که ارزش های اسلام صرف برقراری یک حاکمیت عادلانه و مدافع حقوق زحمتکشان به وجود بیاد. خب وقتی که با این انگیزه آدم مبارزه بکنه، خود به خود با این سوال مواجه میشه که اسلام چقدر موافق هست با این ایده، و بعد با این سوال
که قرآن رو بخونه، به نهج البلاغه رو بخونه، به تاریخ اسلام رو بخونه، اون گوهرهای درخشان پنهان شده زیر خاکسترها و زیر جعلها، اونا که هستند و دسترس میاند و شناخته میشند. عمل هرچند عمله و تئوری نیست، ولی عرض به خدمت شما گشاینده و کلید رسیدن به تئوری هایی هست که می بایستی گرد غبارها رو کنار زد و زنگارها رو پاک کرد و به اون تئوری ها دست یافت، و این چیزی است که ما توی این کتاب مشاهده میکنیم. بله یعنی بسیار متشکرم. اگه موافق باشین با توجه که چند دقیقه بیشتر وقت نداریم و ما در بین سلسله برنامه‌ای که در رابطه با اسلام رهایی بخش سراسر متضاد با بنیادگرایی لازم دیدیم که به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورا بپردازیم به این چند برنامه، انشالله در برنامه‌های مفصل‌تر این موضوع رو بررسی کنیم، جمع‌بندی کوتاهی از این سه برنامه لطفاً ارائه بدید و ما و این برنامه رو تموم کنیم، بپردازیم از روزهای بعد به سلسله گفتارهای. عرض به خدمتتون، خیلی ممنون. ما توی این برنامه همونطوری که از اولم کوشش کردیم، خب هدفمون این بود که پی ببریم به ماهیت قیام امام حسین علیه السلام، جدا از عواطفی که ما به عنوان مسلمانان علاقمند به اهل بیت خاندان پیغمبر داریم و جدا از عواطف منفی که در اثر عملکرد ستمکاران و حاکم و دستجات بنیادگرا و اینها برای عده ایجاد شده و همه چی مربوط به اسلام رو با چشم شک و بدبینی نگاه میکنند. ما توی این نگاه، این عرض به خدمت شما درد ما بود، توی این نگاه به چند تا دستاورد رسیدیم. یکی این که امام حسین برای چه قیام کرد و چی رو میخواست محقق بکنه، یعنی جوهر انقلابی و ستم ستیز امام حسین که اینجا مشخصاً ستم ستیزی شامل ستمهای اقتصادی که مردم رو به محرومیت کشید هم بوده است، نه فقط نقض عهدهای سیاسی یا ارتکاب به جنایات که به عنوان جنایات محکوم هست. موضوع دوم عبارت از این بود که آقا این مسئله ماست، ما موقعی که امام حسین بزرگ می‌داریم در حقیقت بیش از یک کنش اخلاقی و قدرشناسانه نسبت به یک صاحب فضیلت تاریخی داریم عمل می‌کنیم. ما یک راه و رسم رو که در مبارزه روز خودمون بهش احتیاج داریم، داریم بازشناسی میکنیم و ارزش هاشو حلاجی میکنیم و در میاریم که ازش استفاده بکنیم. یعنی به طور عملی حسین علیه السلام برای ما مصباح الهدا و سفینه نجات بشه. به این ترتیب باز یک بار دیگه به اینجا میرسیم که پرونده حسین علیه السلام به قیامش بسته شده نیست و شبیه تعبیری که خود از تعریف در نهج البلاغه اومده این مطلب که بعد از جنگ جمل کسی جوانی بلند شده بود ضمن ابراز ارادت ها به از تعریف میگفت که کاش برادر من هم بود و در این جنگ در رکاب شما مجاهدت میکرد، که حضرت بهش میگه که اگر هوا و تمایلش با ما بود نگرانش نباش، چون در این جنگ ما کسانی، این عبارت خیلی جالبه، یعنی این نگاه خیلی جالبه، منظورم عبارت به مفهوم جمله پردازش نیست،
کسانی در این جنگ ما حضور دارن که هنوز نطفه هاشون منعقد نشده. یعنی این جنگ اونی نیست که در اطراف بصره درگیر شد و تموم شد، به چند روزی جنگ بود و اینها تموم شد. این جنگ، جنگ انقلاب و ضد انقلاب، هر جوری که تعبیر بکنیم، جنگ عدالت خواهان و ستمگران، یا خیلی کلیتر و گردتر بخواییم بگیم که البته زیاد جالب نیست، جنگ حق و باطل هست که در هیچ حلقه ای سراسر این سفارایی انجام نمیشه و هر حلقه ای اهم از این که ظاهرن اسمش پیروزی یا شکست باشه، حلقه آخر نیست. حلقه آخر اونجایی هست که فرزند عدالت خواه انسان برای همیشه ریشه ستم و طبقات ستمکار و ظالم رو از زمین برکنده باشه. بله، بسیار متشکرم آقای گنجه‌ای، همینطور از همیهنان عزیزی که ما رو در این سه برنامه به مناسبت ایام تاسا و عاشورای حسینی همراهی کردند. از برنامه آینده سلسله گفتارهای خودمون رو پیرامون اسلام رهایی بخش، سراسر متضاد با بنیادگرایی، همراه با استاد جلال گنجه‌ای و شما ادامه خواهیم داد. تا اون برنامه، خدا نگهدار شما.